سلام، امروز تو این ویدیو یاد میگیریم که چطور با ابزارهای کاملا رایگان هوش مصنوعی ویدیو شبیه همینی که الان دیدیم رو با هم بسازیم و بعد از ساختن ویدیو بریم شعر، آهنگ و حتی خواننده رو هم با کمک هوش مصنوعی بسازیم و روی ویدیومون بذاریم، اونم به صورت کاملا رایگان. پس اگر میخوای این موارد رو بدونی، ادامه این ویدیو رو از دست نده. من امیر مصلحت هستم و به کانال خودتون لاکس ایدیاز خیلی خیلی خوش اومدید. قبل از اینکه بخوایم کارمون رو شروع بکنیم، من این نکته رو بگم که من تمام این سایت هایی رو که تو این ویدیو ازشون استفاده میکنم، لینکش رو در قسمت دیسکریپشن براتون میذارم که شما خیلی راحت تنها با یک کلیک بتونید وارد این سایت ها بشید و کار تمرینیتون رو انجام بدید. پرامپت رو هم همینطور، اون رو هم براتون تو قسمت دیسکریپشن همین ویدیو میذارم، از اونجا میتونید بردارید. اگر پرامپت های بیشتر یا استایل ها و طراحی های بیشتر رو هم نیاز داشتید، اون رو میتونید تو کانال تلگرامم هستش، از اونجا دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. لینک اونم در قسمت دیسکریپشن همین ویدیو هستش. اما برای شروع، اولین ابزار هوش مصنوعی رو که نیاز داریم چت جی پی تی هستش. من قبلا وارد چت جی پی تی شدم، یه دونه عکس رو بهش دادم، عکس های بیشتر، استایل های بیشتر و پرامپت های بیشتر رو میتونید از کانال تلگرامم بردارید، اونجا یه پکیج براتون میذارم و بهش گفتم که این عکس رو بررسی کنه و پرامپت این عکس رو به من بده. خب این کارو کرده و گفتم که به انگلیسی این پرامپت رو به من بده، این کار رو انجام داده و این رو به من داده. این چیزی هستش که ما باید کپی بکنیم و الان میخوایم ازش برای ساخت ویدیومون استفاده بکنیم. خب اولین سایتی رو که ما ازش استفاده میکنیم، ببینید، برای ساختن ویدیو ما باید اول یک عکسی رو بسازیم و اون عکس هستش که ما تبدیلش به ویدیو میکنیم. وارد سایت لئوناردو آی میشیم، یکی از قوی ترین سایت های هوش مصنوعی هستش که در ساخت عکس میتونه به ما خیلی کمک بکنه. وقتی واردش میشید با یه همچین صفحه روبرو میشید، باید ساین اپ بکنید، هم از ایمیل میتونید استفاده بکنید هم از جیمیلتون. خیلی ساده است و نسخه رایگانش هم خیلی خیلی اوکیه. باید روی این دکمه ایمیج کریشن کلیک بکنید، اینجا هم هستش، فرقی نمیکنه چه اینجا چه اینجا، میتونید کلیک بکنید و وارد صفحه بعد میشیم. بعد از اینکه شما ساین اپ میکنید، شما 150 تا کریدیت دارید که برای هر بار جنریت کردن 39 تاش کم میشه و هر یک باری که شما جنریت میکنید 4 تا عکس رو ما میگیریم. من یه توضیح هم این سمت به شما خیلی سریع بدم. این قسمت پرامپت انهانسر هستش که روالت اتومات هستش، حتما این رو روالت اتو بذارید که موقع ساخت عکس از خلاقیت خودش هم استفاده بکنه. اینجا استایل رو داریم که من رو حالت داینامیک گذاشتم، شما میتونید بسته به اون عکسی که میخواید بسازید این رو تغییر بدید. 3D این کارتون های 3D هستش که میتونید روی این بذارید اگر اون مدل عکس رو میخواید داشته باشید و مدل های مختلف رو هم اینجا داریم، انیمه رو داریم و هر چیزی که میخواید بسازید رو اینجا میتونید استایلش رو مشخص بکنید. قسمت بعدی سایز عکسمون هستش، در واقع سایز تصویری که ما داریم 1:1 پست اینستاگرام هستش، 16:9 هم ویدیوهایی هستش که توی یوتیوب میبینید که به حالت افقی هستش و میتونید اینجا سایز ها رو انتخاب بکنید. سایز دیگه هم این بغل هستش و 3 سایز هم برای اندازه، در واقع برای عکسمون داریم که به صورت دیفالت روی میدیوم هستش و اسمال هم میتونید کوچیک‌تر میشه، میتونید این رو بذارید، ولی اگر بخواید از حالت بزرگ یا لارجش استفاده بکنید باید نسخه پولیش رو تهیه بکنید. خب ما برای جنریت کردن 4 عکس رو میگیریم و دیگه چیز خاصی اینجا نمیمونه. من این رو هم یه توضیح خیلی سریع بدم که این حالت فوتوش رو اگه بخواید روی حالت واقعی بذارید این باید نسخه پولیش رو بگیریم و این حالت مدلش هم روی همین چیزی که هست بذارید بمونه. حالت خوبی است، بهش دست نزنید و اینجا یه دونه گزینه داره نگاتیو پرامپت که خاموش هستش. اگر شما احیانا عکستون یا اون پرامپتی که دارید یه سری در واقع المان ها توی تصویرتون هست، توی پرامپتتون هستش که نمیخواید توی عکستون باشه، شما این رو میتونید روشن بکنید و توی این قسمت بگید که مثلا چه مواردی توی عکستون نباشه. این هم از اون موردش هستش و این قسمت بالا و اینجا اون پرامپتی رو که از چت جی پی تی گرفتیم اینجا ما پیستش میکنیم. دیگه کار خاصی نیاز نیست انجام بدید بجز اینکه روی دکمه جنریت کلیک بکنید و منتظر باشید که این 4 عکس رو برای ما، اینجا گفتیم که 4 باشه، برای ما بسازه. خیلی هم سریع این کار رو انجام میده و یکی از بهترین سایت هست این لئوناردو AI. همونطور که میبینید 4 عکس رو برای ما خیلی سریع ساخت. من بزرگ میکنم که ببینید. خب این یه عکس هست، 3 توی تصویر هستن و پشتشون هم بک‌گراندشون اهرام ثلاثه مصر هستش، همون چیزی که ما طرحی که توی چت جی پی تی داده بودیم. این عکس اول هست، عکس دوم هست، عکس سوم
و عکس چهارم. حالا هر کدوم رو خواستید میتونید اینجا انتخاب بکنید و ازش استفاده بکنید. من به عنوان مثال همین رو برمیدارم. برای دانلود کردنش فقط کافیه روی این آیکون کلیک بکنید و خیلی سریع براتون دانلود میشه. و این عکس رو هم میتونید همینجا ادیت هم بکنید، اگر خواستید چیزی بهش کم بکنید یا اضافه بکنید، اینجا بخش ادیت هم داره و شما خیلی راحت میتونید این کار رو اینجا انجام بدید. خب بعد از اینکه عکسمون رو ساختیم، حالا این عکس رو ما نیاز داریم که به ویدیو تبدیلش بکنیم. یکی از بهترین ابزارها و سایت های هوش مصنوعی سایت کلینگ ای آی هستش. منتظر میشم تا لود بشه این سایت. خب وقتی که واردش میشید اول باید ساین اپ بکنید. پروفایلش این قسمت هستش. بعد از ساین اپ کردن شما 166 تا اینجا کردیت دارید که در ازای هر بار جنریت کردن تقریبا 20 کردیت شما کم میشه. حالا کاری که باید انجام بدید، البته ساین اپ کردنش هم دوباره با جیمیلتون خیلی راحت میتونید انجام بدید. من یه پیشنهادی بهتون میدم و اون اینه که اگر میتونید چند تا جیمیل داشته باشید همزمان، که اگر کردیت یکیتون تموم شد و همچنان خواستید از نسخه‌های رایگان استفاده بکنید، دیگه خیلی راحت براتون میتونید با یه جیمیل دیگه ساین اپ بکنید و کارتون رو ادامه بدید. و تمام این سایت هایی هم که ما امروز ازشون استفاده میکنیم توی ایران به راحتی در دسترس هست و به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. اگر احیانا موقع استفاده از این سایت ها براتون مشکلی پیش اومد، اشکال از وی پی ان تون هستش، حتما لوکیشن وی پی ان تون رو تغییر بدید و روی کشور اروپایی یا امریکا بذارید. رو امریکا من ندیدم کسی بذاره و به مشکل بخوره، پس اگر مسئله پیش اومد چیز خاصی نیست، حتما لوکیشنتون رو عوض بکنید. اگر هم نشود پس طبیعتا همون وی پی ان رو باید عوض بکنید، اشکال از خود وی پی ان هستش. برای شروع کار ساختن ویدیومون روی ای آی ویدیو کلیک میکنیم و وارد صفحه بعد میشیم. این صفحه برامون میاد. این سمت چپ اینجا یه گزینه داریم آپلود ان ایمیج. خب ما الان یه عکس رو دانلود کردیم، تو فولدر دانلودامون هستش، من روش کلیک میکنم و این عکسی بودش که الان دانلود کردیم و این رو آپلود میکنیم اینجا و منتظر میشیم تا عکسمون آپلود بشه. خب همونطور که میبینید عکس ما رو آپلود کرد و میایم پایین تر. یه سری تنظیمات هم اینجاست، من خیلی سریع اینها رو هم بهتون بگم. اینجا قسمتی هستش که ما باید پرامپتمون رو اینجا وارد بکنیم. من باز همون پرامپتی رو که از چت جی پی تی گرفته بودم و برای ساخت عکس استفاده کرده بودم این رو همینجا پیست میکنم. یه دونه در واقع امکان خیلی عالی داره این سایت، من بهتون نشون میدم. این رو اینجا نوشته شده get inspiration، روش کلیک میکنیم این صفحه برامون باز میشه و کل اینجا نوشته استش. ما میتونیم حالت دوربینمون رو هم اینجا تعیین بکنیم. ببینید رو هر کدوم که وای میستم حالت دوربین ما رو موقع ساختن ویدیو نشون میده. به عنوان مثال این حالت دوربین دور سوژه ما میچرخه. موردهای بعدی رو هم داریم، همونطور که میبینید میتونیم ببینیم مثلا اینجا زوم آت میکنه، اینجا زوم این میکنه و موارد دیگه. اینجا سوژه رو دنبال میکنه و این پایین تر هم هستش. کلی در واقع حالت های مختلف هستش و میتونید هر کدوم رو خواستید استفاده بکنید. من روی این کلیک میکنم و این صفحه رو میبندم. خب اینجا اضافه شد، پس بهش گفتیم که دوربین ما تو چه حالتی حتی باشه موقعی که داره برای ما اون ویدیومون رو میسازه. یه مقداری میایم پایین تر، اینجا حالت مدل داره، رو همون حالت استاندارد بذارید بمونه. البته تغییر هم نمیتونید بدید اگر میخواید از نسخه رایگان استفاده بکنید. دیوریشن مربوط به زمان ویدیوتون هست، 5 ثانیه و 10 ثانیه رو داره برای نسخه رایگان که روی هم 5 ثانیه میذاریم بمونه. اگر نسخه پولیش رو بخواید تهیه بکنید بسته به اون پلنی که برمیدارید میتونید تا 12 دقیقه و حتی بیشتر هم ویدیو بسازید. قسمت بعدی سایز ویدیومون هست، 16:9. همین ویدیوهای یوتیوبی هستش که به صورت افقی ضبط میشه. 9:16 ریلز های اینستاگرام هستش و 1:1 هم پست های اینستاگرام. نگاتیو پرامپت هم این پایین هستش، همونی که الان توی لئوناردو آی هم براتون توضیح دادم. اگر المان هایی رو میخواید که تو ویدیوتون نباشه خیلی راحت اینجا میتونید بگید و اون المان ها رو موقع ساختن ویدیو لحاظ نمیکنه. دیگه کار خاصی نباید انجام بدید به جز اینکه روی دکمه جنریت کلیک بکنید و 20 از کردیتاتون هم کم میشه. خب حالا تا بخواد ویدیومون آماده بشه که از 3-4 دقیقه تا حتی 40 دقیقه هم ممکنه طول بکشه، بستگی به سرعت اینترنتی داره که ازش استفاده میکنید، بیایم موزیک و آهنگمون رو هم بسازیم. برای این کار ما از سایت سانو استفاده میکنیم. این قسمت یه دکمه است به نام ساین اپ که خیلی راحت میتونید هم با جیمیلتون هم با ایمیلتون با چند تا کلیک واردش بشید و ساین اپ بکنید که دیگه فکر میکنم این رو همه بلدید و میتونید به راحتی انجام بدید. و
با کمک این سایت هوش مصنوعی ما خیلی راحت میخوایم الان موزیکمون رو هم بسازیم. برمیگردیم به ChatGPT. خب اینجا دقت کنید، من به ChatGPT گفتم که یک شعر عربی برای ساخت موزیک با کمک هوش مصنوعی به مدت 30 ثانیه به من بده که مناسب برای رقص عربی باشه با عنوان حبیبی. دقت کنید، حتی عنوان رو هم بهش گفتم. هر چیزی رو که میخوای به ChatGPT بگید براتون آماده میکنه و در اختیارتون میذاره. خیلی سریع این شعر رو به من داده و این شعر رو من از اینجا کپی میکنم و میام داخل سایت سانو. این قسمت بالا اینجا ما تا 3000 کاراکتر میتونیم بنویسیم. شعرم رو اینجا خیلی راحت پیست میکنم و برمیگردیم دوباره توی ChatGPT. پایین تر میام، گفتم حالا بهش یه پرامپت به من بده برای ساخت آهنگ عربی با هوش مصنوعی برای این شعر که مناسب باشه برای رقص عربی. این رو داده، دقت بکنید، من این رو تعمدن به این صورت نوشتم. اینجا ما برای استایل موزیکمون بیشتر از 200 کاراکتر نمیتونیم بنویسیم، پس برگشتم اینجا دوباره بهش میگم که 200 کاراکتر بیشتر نباشه. همین رو خلاصه میکنه تا 200 کاراکتر، این رو در اختیار من میذاره. این رو کپی میکنم و میام خیلی راحت اینجا کپی پیستش میکنم و از این میخوام الان استفاده بکنم. یکی از ساده ترین ابزارهای هوش مصنوعی هستش که ما تو این سایت سانو داریم و واقعا کار خاصی دیگه نیاز نیست اینجا انجام بدید به جز اینکه این پایین دکمه کرییت رو بزنید و البته تایتل عنوان اینا هم میتونید بهش بدید. روی کرییت کلیک میکنیم و دوتا دونه برای ما الان موزیک میسازه و خیلی سریع همین کار رو انجام میده و به راحتی هم از اینجا میتونید دانلودش بکنید. من این رو هم حالا دانلود کردنش هم بهتون میگم. خیلی راحت میتونید اینجا پلی بکنید و موزیک رو گوش بکنید و اگر مثلا این موسیقی مورد پسندتون بود، اینجا سه تا نقطه هستش، روش کلیک میکنید و خیلی راحت میتونید از اینجا دانلود بکنید. به صورت فایل MP3 هم این کار رو انجام میده. اما اگر این موزیک هایی رو که براتون ساخت مورد پسندتون نبود، کار خاصی دیگه نمیخواد انجام بدید، خیلی راحت اینجا روی کرییت کلیک میکنید و دوتا دیگه براتون میسازه و خیلی سریع این کار رو میبینید که داره انجام میده و یکی از ابزارهای خیلی خوب هوش مصنوعی که خیلی بهتون کمک میکنه که باهاش سطح و لول کارتون رو، ویدیوهایی که خودتون دارید میسازید رو چند برابر بکنید. خیلی راحت از اینجا میام دانلود روی MP3 آدیو کلیک میکنیم و خیلی سریع میبینید که الان شروع میکنه به دانلود کردن فایل در واقع این موزیکیه برای ما ساخته. البته باید یکم صبر بکنید تا این لودش تموم بشه. خب همونطور که دیدید این رو دانلودش کرد و وارد پوشه دانلود کامپیوتر من شد. خب ببینیم که ویدیومون به کجا رسید. خب ویدیو ما رو هم ساخته، من این رو پلی میکنم. دقت بکنید به حرکت دوربین، ما گفته بودیم که دور سوژه ما دوربین بچرخه و میبینید که خیلی کیفیت بالایی رو هم داره و شما ویدیوتون رو خیلی راحت میتونید با کمک این دکمه روش کلیک بکنید و دانلودش بکنید. این رو هم وارد کامپیوترتون بکنید، کاملا رایگان هستش. من این رو فول اسکرین بکنم. برای نسخه رایگانش این واترمارک اینجا هستش، پس اگر خواستید این واترمارک نباشه باید نسخه پولیش رو تهیه بکنید. خب اگر حالا شما مثلا میخواید یک ویدیو بسازید برای 30 ثانیه، ما این کلیپی که ساختیم الان 5 ثانیه است، پس طبیعتا شما باید 6 بار این کار رو تکرار بکنید. من استایل های بیشتر و پرامپت های بیشتر رو براتون توی کانال تلگرام هم میذارم، لینکش تو دیسکریپشن هست، به راحتی میتونید از اونجا دانلود کنید. تا اینجای کار با کمک ChatGPT ما پرامپت هامون رو ساختیم و باهاش عکس ساختیم، عکسمون رو تبدیل به ویدیو کردیم و موزیک و آهنگ مورد نظرمون رو هم تونستیم به راحتی بسازیم. حالا مونده فقط اینا رو ادیت بکنیم. برای ادیت من پیشنهاد میکنم که از اپلیکیشن کپکات استفاده بکنید، بسیار قدرتمند، نسخه رایگانش هم امکانات خیلی زیادی داره و اصلا نیازی هم شاید نداشته باشید که بخواید از نسخه پولیش اشتراک بگیرید. خب وارد اپلیکیشن کپکات میشیم که نسخه رایگانش خیلی اوکیه و به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید و روی کرییت پروژه کلیک میکنیم. اگر آشنایی هم با این نرم افزار ندارید، من یه پلی لیست دارم، اون رو هم براتون توی قسمت دیسکریپشن میذارم. با اون ویدیوها به راحتی میتونید با نرم افزار کپکات هم آشنا بشید، هم به راحتی ویدیوهاتون رو دیگه خودتون ادیت بکنید. روی ایمپورت کلیک میکنیم و اون ویدیو و آهنگ رو ایمپورت میکنیم داخل کپکات. خب همونطور که میبینید این ویدیومون رو میاریم داخل تایملاین قرار میدیم. این همین ویدیوی هستش که الان ساختیم و
فایل صدامون رو هم به همین ترتیب. این نشانگر رو میاریم تا اون قسمتی که میخواییم، یه کات میزنیم و این رو اضافهش رو حذف میکنیم. همونطور که میبینید به همین راحتی الان ما ویدیومون رو هم ادیت کردیم، موزیک رو هم روش گذاشتیم و بعد تنها کاری که بکنید اینه که ازش اکسپورت بگیرید. من دیگه توضیحات افکت ها رو اینا رو نمیدم، توی پلیلیست آموزش کپکاتم تو دیسکریپشن هستش. اما برای خروجی گرفتن از کارتون روی اکسپورت کلیک میکنیم، این صفحه برای ما باز میشه. این قسمت اسم فایلمون رو بهش میدیم، به عنوان مثال من میزنم Learning AI. قسمت اکسپورت تو اون محلی که میخوایم فایلمون ذخیره بشه رو میدیم. اینجا رزولوشن کارمون رو میتونیم حتی تا 4K این کار رو کیفیتش رو بالا ببریم و در واقع سایز ویدیومون رو تغییر بدیم و به این قسمت پایین دیگه کاری نداشته باشید. فرمتش هم رامون MP4 باشه و اکسپورت رو میزنیم و همونطور که میبینید الان یه خروجی میگیره و ما میتونیم از ویدیومون تو حالا فوتوشاپ یا هر جای دیگه که خواستیم استفاده بکنیم و این میشه نتیجه کار.